مجلس افغانستان در میانه رفتن و ماندن. در این روزها صدای پایان کار و مشروعیت مجلس افغانستان به گوش می‌رسد، صدایی که قانونیت و مصلحت را در دو پله ترازو قرار داده است. قانون این که پس از حوال سرطان دیگر مشروعیت ندارد. ادامه کار ولسی جرگه بعد از تاریخ اول سرطان سال روان از لحاظ حقوقی به عدم مشروعیت گراییده میشه و اعضای محترم ولسی جرگه از این به بعد هر فعالیتی را که انجام میده و در حقیقت در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است. قانون یک روی سکه، اما مسئله این که نبود مجلس به معنی نبود نظام حقوقی و سیاسی در درون کشور تلقی میشد. از نظر قانون اساسی بعد از اول سرطان کار ولسی جرگه موجود نباید ادامه پیدا بکنه و از جانب دیگه هم نبودش به معنای نبود نظام حقوقی و سیاسی افغانستان تلقی. با هر صورت وضعیت پیش آمده ظاهراً سردرگمی حکومت وحدت ملی را بیشتر ساخته است، اما این عضو مجلس از زیر سوال بردن مشروعیت مجلس توسط حکومت سخن میزند. افغانستان بلخصوص شاید رئیس جمهوری افغانستان گپای ایره داشته باشه که پارلمان تنها به عنوان یک قوی قانونساز وجود داشته باشه و بخش نظارتی از این سلب شد و از زیر سوال بره. هیچگاهی چنین نمیشه. اگر چنین هست پس حکومت نامشروع میشه. اما ظاهرا وضعیت پیش آمده هم حکومت را دست به کار اصلاحات انتخاباتی نساخته است. اقوی انتخاباتی که یک ضرورت است اعلان شود تا اقداماتی که باید صورت بگیرد در مورد اصلاحات انتخاباتی و تا زمان برگزاری انتخابات مردم در روشناییشان قرار بگیره و کار عملی صورت بگیره. در غیر از او این وضعیت مبهم و پیچیده ادامهش میتونه که مشروعیت نظام با چالش بکشانه، خود مردم سر نظام اعتماد خود عزیز بتن و اعتبار از این روز برو صدمه بیدن برای جامعه. اگر قانون روشن هست مصلحت چیست؟ زمانی که در حالت ناگزیری قرار میگیریم به اساس ماده 147 قانون اساسی یا به اساس بعضی از مصلحت ها جناب رئیس جمهور در هماهنگی با ستر محکمه، کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی، وکلای محترم یک مدت کوتاه را بالاخره انتخاب کنند برای تنوید کار وکلا، به خاطری که مشروعیت مردمی را از دست دادیم، حالا مشروعیت حقوقی را از دست دادیم. شماره با این باورند که در کشوری که قوه اجرایی مصلحتی دارد، قوه قضایی سرپرستان، چه فرق میکند که به این مصلحت ها افزوده شده و قوه قانونگذار مصلحتی نیز به میان آید. اما چند سوال: آیا واقعا مجلس پس از اول سرطان مشروعیت ندارد؟ آیا پایان مشروعیت مجلس نظام سیاسی حقوقی را به گونه کامل مشروعیتش را زیر سوال میبرد؟ و در نهایت با وضعیت پیش آمده قانون باید ارجحیت داده شود یا مانند گذشته مصلحت؟ سلام و وقت بخیر. بیننده بر روایت دیگر از سولو نیوز و طلوع با من مسلم شیرزاد هستید. آقایان اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان، گل رحمان قاضی استاد حقوق دانشگاه کابل، وایس احمد برمک نماینده ویژه رئیس جمهور در حالت اضطرار، عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان. میهمانان گرانقدر، خیلی زیاد خوش آمدید. آقای گل رحمان قاضی، از شما آغاز میکنم. بیاین بگویین که وضاحت و صراحت قانون اساسی در مورد کار مجلس افغانستان چی است؟ تشکر. اولا با شما تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردیم. از طریق شما، رسانه شما، سلام های صمیمانه خدا خدمت هر یکی از هموطنان عزیز تقدیم میکنم. به هر حال یک مسئله است که مسئله ملی مردم افغانستان است و این مربوط میشه به منافع ملی مردم افغانستان. حالا به این باید فکر کنیم که تأمین منافع ملی و یا نقض منافع ملی افغانستان از صلاحیت کسی هست و اگر احیانا نقض میشه قانون اساسی پیش بینی داره. در این رابطه شما بهتر میفهمید که ماده 83 شامل پاراگراف اول، دوم و سوم
خواستن فراگراف دوم و سوم اگر ببینید کاملا صراحت داره و به شکل تکنیکی تنظیم شده که پاراگراف سیومی در خط توضیح پاراگراف دومی است. ببینید هر بخش از این مبدا داره و انجام داره. اگر انتخابات هم شما ببینید مبدا داره و انجام داره. اگر کارم شما ببینید مبدا داره و انجام داره که داخل همین ماده 83 و بسیار وضاحت جابجا شده. وقتی که ما میگیم که آغاز کار چی وقت صورت میگیره؟ بعد از اعلان نتایج انتخابات، صحیح؟ ولی ختمش چی وقت صورت میگیره؟ ختمش هم واضح است که میگه ولی جوزای سال پنجم که تمام 4 سال میشه، یک روز نه اضافه میشه نه کم میشه. به انتخابات هم در همیجه که ببینین که آغاز انتخابات و ختم انتخابات میگه که آغاز انتخابات در پاراگراف سوم در 30 الی 60 روز قبل از انجام دوره تقنینی یا قبل از پایان دوره تقنینی. ببینین آغازم برش قائل شد قانون، انجامم برش داخل شد. من نمیفهم این چی توجیه داره، چی تفسیر داره و چه خصب ما میتونیم یک متن صریح و متن تکنیکی را، این یک طرف مسئله که به هر صورت زمانی که همون مدت تکمیل میشه مشروعیت خود این پروسه از چی میگیره؟ از زمان میگیره. به شروع زمان مشروعیت میگیره، به ختم زمان مشروعیت خود از دست میده. مثل که شما ویزا میگیرید، این مشروعیت زمانی داره. وقتی که زمانش خلاص شد دیگه مشروعیت خود ویزا نداره، شما از استفاده کردن نمیتونید. خودش یک قاعده حقوقی است. من به عواقب موضوع که نتایج حقوقی از این چیست یک بحثی است که سر از این باید از نقطه نظر تکنیکی بحث شود که خب بعد از اول سرطان مشروعیت خود بخش تقنینی از دست می تخواست بلخواست ولسی جرگه. وقتی که مشروعیت خود از دست داد در بودنش چی عواقب خصوص این حقوقی است و در نبودش چی اثرات حقوقی است. هر دویش باید به تحلیل گرفته شود. بعد از او در روشنی منافع عمومی افغانستان ترازوی ما، میزان ما منافع عمومی افغانستان است. باز در او میزان گذاشته شود که ما ببینیم منافع افغانستان در کدامش بیشتر منتفع میشه یا متضرر میشه و در کدام صورتش کمتر، که یک بحثی است باید به تفصیل سر صحبت کنیم. یعنی به این معنا که از یک جهت اگر شما این بحث حقوقی و قانونیش مطرح میکنید خیلی روشن هست، دیگر بحث زمانی است و تمام میشه اول سرطان، ولی نیاز به این است که همون قسمی که شما گفتین که زمانی که بحث منافع را مطرح میکنین باید در موردش گپ زده شود، یعنی هدف تنمیت چیزی است. حتما. آقای ورمک، در کل از دو زاویه میخوایم شما برش نگاه بکنین. اول، انتقاد بسیار کلانه در مورد عملکرد مجلس میشه، به ویژه زمانی که از درون مجلس گپای زیاده از اتهام بر هم دیگر، موضوعات کمیشن کاری و چیزایی که شما شاهدش بودین شنیده میشه. شما هم عضو کابینه افغانستان بودین. اول بگوین که با بودن و نبودن مجلس چه مشکل پیش میایه و دوم آیا روشن هست که قوه اجرایی یا حکومت افغانستان نگاهش نسبت به مجلس پس از اول سرطان چی است؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام احترامات خود خدمت پان صاحب و اردو و کسابای محترم و هماتون عزیز خود تقدیم میکنم و خدمت شما و همکارای شما. یک بحث حقوقی است ولی پیامدهای سیاسی خود و بر افغانستان داره. ما در بود حقوقیش خو اینجا وقتی که سات دی بحث نشسته باشه فکر میکنم که بر ما لازم نیست سرش صحبت کنیم، ولی از بود سیاسیش پیامدهاش تو میتونیم سرش چیز کنیم صحبت کنیم که بس از آغاز کنیم. همونطور که استاد گفتن ماده 83 بند دو میزی بسیار واضح آمه است. واضح بودن ایشی است که در اوجا واضح گفته شده که دوره کار پارلمان یا دوره کاریش یا دوره تقنی 5 ساله در اول سرطان سال پنجم ختم میشه، درست؟ اما اونجا یک کامه است. بعد از او باز گفته که بعد از اعلان نتایج انتخابات،
اینال در اینجا شورا کدام مشکل نواره؟ این مشکل شورا نیست که چرا انتخابات دایر نشده. این مشکل بیشتر برمیگرده به قوه اجراییه. قوه اجراییه حکومت باید برای شورا حالا که چون داشته است در آستانه ختم کارش است، دوره تقنیش است، حکومت افغانستان با شورا و با هیئت اداری شورا و با رؤسای مجالس کمیسیون های مختلف هر دو مجلس، البته تنها مجلس چینه چون شورای ملی متشکل از دو مجلس است. حالا شما ببینید پیامدهای مختلف ازیره. اگر به طور مثال اوتر کوستاد گفتن که از نقطه نظر حقوقی یعنی دوره آغاز است، یعنی تاریخ شورای تاریخ ختم، اما از نقطه نظر کاری و پیامدهای سیاسیش بر افغانستان و خصوصا بر حکومت موجوده که یکی از اولویت های حکومت موجوده آوردن اصلاحات و بهتر ساختن حکومتداری خوب است. حکومتداری خوب دیگه خب با اصلاح قوانین میه. قوانین خب باز قانون جا باز در ماده دیگه تعریف کرده قانون چیست. قانون مصوبه دو مجلس است. وقتی که شما یک مجلس داشته باشین مجلس دیگه نداشته باشین، قانون خب باز او شورا مجلس سنا با بدون موجودیت مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه ما نمیتونه که چی میگه یک لنگه یا مایو پیش بره. به او خاطر من فکر میکنم که در اونجا چون بحث اعلان نتایج انتخابات است، حکومت برای شورا اعلان کنه که مثلا این انتخابات شورا که حالا دایر نشده چقدر وقت دیگر دبر میگیره که دایر شوند. اوجا بحث اصلاحات در آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی است. ای هم باید اعلان شود. موعدش واضح، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، تا چند ماه دیگه، تا یک سال دیگه. یکی بحث هر شود چون بحث تکنیکی است و بحث بیشتر چیز اجرایی داره. در اینجا دیگه قوه مقننه ما و نمایندای ما نمیتونن که برن خودشان انتخابات دار کنن. کمیسیون مستقل انتخابات است. من فکر میکنم که ضرورت به یک بحث بین خود رئیس جمهور است چون این مسئولیت حکومت است و در اصل قوه اجراییه و عرصه قوه بلند بازم به اساس قانون اساسی رئیس جمهور قرار داره. حال فعلا رئیس اجراییه داریم ما شما و اینجا مسئله توافقنامه سیاسی پیش روی ما است و در توافقنامه سیاسی هم نال میم سر پیامدهای سیاسی ازی در توافقنامه سیاسی مثلا پیش بینی شده که لوی جرگه بیه و لوی جرگه از آنش باز در موافقتنامه سیاسی هم تعریف شده که کیا هستند. اینجا انتخابات شورای ولسوالی هست، چیز اعضای ولسی جرگه است. اینا تا که وجود نداشته باشن بران او خود لجرگه هم داشته نمیتونه. دیگه مسئله تصویب قوانین است که برای یک سال دیگه، دو سال دیگه برای ما بسیار مهم است. وقتی که ما یکی از بحث های مهم حکومت وحدت ملی ما آوردن اصلاحات و تغییرات بنیادی در هم ساختاری و هم از نقطه نظر قوانین تا که زمین اساس برای پیشرفت اقتصادی، برای پیشرفت اجتماعی افغانستان شده، بس فساد اداری است و فسادی که امروز سرش بس میشه که از حکومت گذشته به میراث گذاشته شده. بنابراین این خوب با اصلاح سیستم و قوانین میتونه که چش زمین اساس بر اصلاحات. از اون خاطر من فکر میکنم که اوتوری که استاد گفتن از اونو بوده حقوقیش یک مسئله، ولی در اینجا ما البته باعث یک کسی که عضو حکومت سابقه بودیم و باعث یک شهروند از کشور حق داریم که براز نظر کنیم سر مسائل ملی خود. از اون خاطر من فکر میکنم که در اینجا دیگه نه از شورای ملی ما نه گناهشان است، نه خطاشان است، نه کدام اشتباهشان است، نه کدام الزامیت دارن برای ازی که، ولی اگر بالاخره آدم در عمق این مسئله بره، من فکر میکنم تداوم کار شورای ملی ما و ولسی جرگه ما از نظر مصلحت های سیاسی کلان مملکت به نفع نمی دولت و به نفع نظام است. مگر اینکه اول سرطان ما بگیم که شورا ختم شوه کارش، این به نفع افغانستان است. آقای سعادتی، حالا اگر از دو منظر بخوایم برش نگاه بکنیم، از یک طرف آقای پوهان آمدن خیلی سریع در مورد وضاحت قانون اساسی برای آغاز و انجام کار شورا اشاره کردن، و آقای برمک هم آمدن برای عواقب و پیامد سیاسی شمو بحث منافع و مصلحت های سیاسیش اشاره کردن. شما که خودتان عضو مجلس هستین، چگونه این مسائل را میبینین و واقعا چی میخواین؟ میخواین کار ادامه پیدا بکنه، تمام شود، چی شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانان عزیز و بینندگان محترم. من فکر میکنم که اگر ما از دو موقعیت به مسئله نگاه کنیم، قضیه راحت تر است. یک مرتبه موقعیت وکالت من رئیس عضو شورای ملی، یک مرتبه از موقعیت یک شهروند عادی افغانستان اگر نگاه بکنیم، با توجه به دو تا بودی که هر دو تا بزرگوار اشاره کردن، بودی حقوقی و بودی سیاسی قضیه، باز ما میتونیم دو پیامد را دو نتیجه را بگیریم. اول اینکه امروقم که جناب وزیر صاحب هم گفتن، شورای ملی در کل کدام مسئولیتی در ارتباط نداشته و ما در کل من فکر میکنم نباید کدام علاقه خاص شخصی که او مبتنی بر منافع
شخصی وکلا باشد برای دوام کار نباید داشته باشد. ولی بعد دیگه قضیه است که اگر ما باز مسئولانه به قضایا نگاه بکنیم، اگر یک وقتی بدونی که به یک تفاهم سیاسی کلان در بین نظام برسیم در رابطه با سرنوشت شورای ملی، باز وکلا اگر بخواهد که سر به خود ترک وظیفه بکنه به این دلیل که گویا وقت تمام شده، من فکر میکنم بازم ما با پیامدهای ممکن ویرانگرتر دیگری روبرو باشیم. و امرخم که ایشان هم اشاره کردن، ما دو تا مجلس داریم، شورای ملی افغانستان دو وطاقه است، یکی از وطاقه وقتش ختم است، یکی دیگه وقتش باقی است. حالا یک طرفی است که ما به دلیل این که یکی از وطاقا کارش ختم است شورای ملی را به کلی تعطیل کنیم و او وطاقی کارش ختم هم نیست او را هم پایان هفته تلقی بکنیم، چون او شورای ملی سنا باز هیچ صلاحیتی مستقلی که به طور مستقل بتونه کار انجام بده نداره، برخلاف ولوسیجر که بس صلاحیت مستقل داره. یک طرف قضیه است، طرف دوم قضیه است که چون ما مسئولیت داریم و آینده نظام خود را می‌بینیم، از لحاظ حقوقی کاملا درست میگن استاد، هیچ راه تفسیری وجود نداره که بر اساس بر بنیاد تفسیر حقوقی ما تجویز صادر کنیم که میشه دوام داد. ولی خب بلا سیاسی و پیامدها و چند اصل دیگر میتونیم ما اضافه بکنیم بر اساس از او اصول نظام تصمیم بگیره در مجموع، البته با شمول عذاب سیاسی. اصل منافع ملی و مصالح ملی که خودش جزء اصولی است که در قانون اساسی هم آمده، اصل حاکمیت دموکراسی، اصل تفکیک قوا، اصل نمایندگی مردم، اینا جزی اصولی هستند که در قانون اساسی آمده، هرچند که به طور مستقیم ارتباط نمیگیره با این مسئله، ولی به طور غیر مستقیم با ارتباط با اصل منافع ملی میتونه ارتباط داد. بنابراین نظام افغانستان، دولت افغانستان که متشکل از 3 قوا است، جمع برخی از شخصیت‌های ملی و احزاب سیاسی بیاید در این مورد با توجه به او 2 بعد حقوقی و سیاسی قضیه و با توجه به پیامدهای هر دو بیای ارزیابی بکنه، دفع افسد را به فاسد بکنه، چون ما در یک چهارراه قرار داریم که هر طرفی که اگر حرکت بکنیم ما متضرر میشیم. حالا سوال اصلی است که ضرر کمتر با کدام طرف است؟ از لحاظ حقوقی گپ ختم است، انتخابات برگزار نشده و بعضیا استدلال میکنن که گویا در قانون اساسی گفته شده که بعد از ختم انتخابات بنابراین ما میتونیم دوام بدیم. این از لحاظ حقوقی کاملا نادرست است، چون در اون صورت ماده قانون اساسی کاملا عبس میشه و انتخابات را میشه تا 20 سال دیگه هم برگزار نکرد و گفت چون در قانون اساسی آمده که بعد از انتخابات بنابراین ما مشروعیت. یک گپ اصلی دیگه باز مشروعیت است. مشروعیت درسته که از این منظر اگر نگاه بکنیم خب مشکلات حقوقی خود داره. اگر باز قرار باشه که بعد از اول سرطان ولو فرض کنیم نظام دولت در مجموع 3 قوه تصمیم گرفت بر اساس اصل منافع ملی که دوام بده، اگر در این صورت باز سوال پیش بیاد که مشروعیت نداره، سوال پیش بیاد که حکومت باز تندیهی نداشته باشه و نظارت لازم صورت نگیره و مؤثریت نداشته باشه، من فکر میکنم باز ما با یک فاز تازه روبرو میشیم. باز یک بازندشی بکنیم، یک بازنگری بکنیم که وقتی یک شورای ملی که مؤثریت لازم را نداره، نگاه ها از بیرون و درون گویا سوال برانگیز است که مشروعیت داره نداره، در اون صورت باز ما با یک مشکل کلانتری روبرو میشیم. آقای زازه، زمانی که از نگاه ها آقای سعادتی گپ میزنن، ظاهرا افراد زیاد هستند که با موجودیت مجلس نمایندگان افغانستان شورای ملی بیشتر با یک نگاه منفی میبینن و منتقدانه میگن در پارلمانی که هر روز صدای کمیشن کاری و فلان چیز و فلان گپایی که شما خودتون در جیران هستین صدا بلند میشه، آلاگری باشه یا نباشه چه فرقی میکنه؟ یک نکته که میخوایم اشاره بکنین. دوم، ظاهرا شما قرار که من میفهمم زیاد هم موافق دیدگاه های آقای سعادتی نیستن، استدلالتون چی است؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان عزیز مجدد بر شما. ما اول میخوایم امی ماده 83 قانون اساسی را که با احترام کاملی که به تمام حقوقدانایی که در میسیشته خصوصا استاد و سعادتی صاحب دارم، ما یک استدلال میکنم امرایشان میخوایم منعیس یک شاگرد بسیار کوچک حقوقی دارم. این مادر اگر با پشتو بخوانیم بسیار میتونم استدلال زیادتر بتونم امرای استاد بکنم، چون بخش پشتوش واضح آمده.
گفته د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي. نه کاماست، نه داتست و نه کدام جای قید شده. یک موضوع. موضوع دوم، همی مادر که زمانی که مسائل قانون اساسی لوی جرگی قانون اساسی بود، پیش از او ما مواد جمع میکردیم در گاهی ما هم کار کرده بودم در می قانون اساسی یا ما مواد جمع میکردیم. اینمی مادر همه سوال منمی است که چرا در نمونجا قانونگزارایی که در می کمیسون بود چرا د نمیج نمیگفت که د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي؟ چرا نگفت د نمیج قانون گذار؟ به تفسیر ما، به نظر ما، به سوال بعدیت میایم، به نظر ما قانون گذار همو وقتی فکر کرده بود که افغانستان است، افغانستان پس از 30 سال 40 سال جنگ است. اگر من ایره قید بکنم امی تو روز می که امروز آمده، در 2009 آمده بود و پارسال آمده بود. قانونگذاری را پیش از پیش فکر کرده بود که بسیار امکان داره که یا مسئله اقلیمی باشه، یا مسئله امنیتی باشه، و یا مسئله که ما افغاناست میچ وقت باخت قبول نداره. قانونگذار در مو وقت این فکر کرده بود و اینجا اینمی را در پیشتش اضافه ساخته، داد و کامام نداده. مستقیم متراسن گفتم در پشتو خواندم. در دریش کاما داره. ببینین ما میره میگم که قانون اساسی چی میگه. حالا ما به میمیم که زمانی که ماده 83 قانون اساسی بدون دات و بدون کاما مستقیم برات میگه که بعد از اعلان نتایج انتخابات به پای میرسه، واضح است به نظر ما که ما هیچ وقت گفته نمیتانم که سر از اول سرطان کار ولسی جرگه نامشروع است، مشروعیت نداره. با خاطر ازی که اگر ما بگویم که مشروعیت نداره و قبول کنم امرای استاد، امرای سادتیسه و دیگه دوستا، باز بعد از او که ما میگیم مصلحت ها شوه ایش او شوه، باز او خون غیر قانونی است، او خون مطابق قانون اساسی نیست. با خاطر یک ماده 83 قانون اساسی، با خاطر یک بند ماده 83 قانون اساسی میفهمین ما چی میکنیم؟ چند فصل قانون اساسی را ساکت میسازیم. یک فصل که اینجا به نام فصل شورای ملی است، فرض کنین مشروعیت اول سرطان از دست رفت، خلاص گپ استاد قبول شد یا از دیگر دوستان، فصل شورای ملی ساکت شد، قانون اساسی به خاطر ماده 83 بسته فصل از بین رفت. یک فصل حکومت ساکت شد چون حکومت باز گفته که نظارت شکی بکنه و اگر وزیر عزل شوه یا استعفا بده کی رای بده برش. دو سوم فصل قضا، فصل قضا حاصل قیاس قاضی را کی رای بده، عزل شوه استعفا بده کی رای بده و نظارت از اعمال حکومت کی بکنه. این سه فصل که نباشه، نو فصل دیگه که در بخاطر حقوق ادبای کشور است، بخاطر یگان لوی جرگه ها است، اونو فصل کی تطبیق میکنه؟ امی سه فصل دیگه که قضاست، اجرای است، حکومت است و مقننه است. حالا اگر ما این سه فصل ساکت میکنیم، اوی نو فصل دیگه خود با خود ساکت میشه. با او خاطر من نظر من این است، تفسیر من این است که قانونگذار بر روز اولی که قانونگذاری میکرد اینمی وقت، اینمی روز در فکرش بود که اینمی مادر به اینمی قسم اینجا اینا جور کرده. یک موضوع دوم، یعنی بگونی خلاصش مشروعیت داره بعد از حالا ما مهم برزیم مهم. من نظر من است که ایره خود ما قبول دارم ماده 83 را و مشروعیت میتون بعد از اول سرطان پارلمان افغانستان اول سیجرگی افغانستان. در پالویش پیشنهاد من است که اگر بخوایم کیره به تفسیر روان کنیم، ما مرجع تفسیر فی الحال نداریم. اگر سر محکمه ما روان میکنیم مطلق استاد اینجا است، اگر غلط بدم باز میشه که ما را صحیح بکنه. در ماده 121 قانون اساسی او در قوانینی که ما تصویب میکنیم شورای ملی، اگر کدام جنجال میشه در مسئله تطابقت به قانون اساسی، سر محکمه صلاحیت تفسیرش داره. مگرم ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نداره، مثل که آقای رئیس جمهور قبلی حامد کرزی
زمانی که در انتخابات جنجال میشه برای خود که تا اول جوزا خود دوره کاری ازم ختم بود. خیلی چرا از اول جوزا هلا اقرب یا چند اقرب بود که اینا رئیس جمهور افغانستان بودن تقرار میکرد، تبدل میکرد، مطابق کمی قماده قانون اساسی فصل حکومت تمام حکومت خود پیش برد. یک موضوع. موضوع دوم، این بار اول نیست در انتخابات ولسی جرگه. اول انتخابات ولسی جرگه که ما حال وکیلش هستیم با وقتش برگزار نشده، یک کل ما شاهدش هستیم، در ماه میزان برگزار شد، در جوزا یا در ثور نشد، مطابق قانون اساسی نشد. دوم، در اول سرطان باید ما کار خود شروع میکردیم که ما متاسفانه در 28 حدود سال اونموجاری کار خود شروع کردیم. فلهازا چیزی نیست که نو باشه. ما از سال 2005 الا امروز ایره تجربه کردیم، با تفسیرش ضرورت نداریم و این واضح معلوم است چیزی است که هر سال یا هر در بار که انتخابات شده این تجربه شده. موضوع سوال دیگه که گفتین از مورد وکلای ولسی جرگه یا پارلمان مردم افغانستان خوش نیستن، من ایرم رایت قبول دارم. اگر مردم امین لفظم هم جمعی نیست برای کل مهمانان، هم اگه نمیگم یک تعدادی از وکیل سایبایی که متاسفانه کل مردم افغانستان شاهدش است که کیها هستن و مشناسن اونا را. اگر سوالی باشه که یک تعداد وکیل سایبا خدا نخواسته مردمی اتهام میکنه که کار صحیح نکردن، نمایندگی از مردم افغانستان صحیح نکرده، به خاطر ازو یک تعداد وکیل سایبا بسته رژیم یا نظام ما بخوایم که از بین ببریم، این خوب کار خوب نیست. اگر این نظام نبود، من اینه برتان واضح بگویم که دوستا امرای ما شاید دی موافق شد تنها دی که اگر دروازه ولسی جرگه بسته شد، ایره ما به هم حکومت میگم، هم به دوستا میگم، به سیاسون میگم، اگر مشروعیت ولسی جرگه را شما بگوین که مشروعیت نداره یا حکومت بگویه که صلاحیتش نداره یا قضا بگویه صلاحیتش نداره یا مردم افغانستان میگه ایمانا که تمام دولت را که ما حال داریم، نظام را که داریم، این سقوط میکنه، با خاطر ازی که در قانون اساسی واضح تعریف دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمده. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متشکل از سه قوه است. قوه مقننه، قوه اجرایه و قوه قضایه. زمانی که قوه مقننه تو دروازش بسته میشه، یک پیلر از سه پیلرهایی که قانون اساسی گفته که هست بسته میشه، دو پیلر دیگه خود به خود خلاص است. سپاسگزارم آقای زازای. آقای پوهاند چند مورد رو میخوایم اشاره بکنم. اول آقای زازای به عنوان عضو مجلس موافق گفتنی این که پس از اول سرطان با مستلال خودشان دارن مشروعیت ولسی جرگه زیر سوال میره نیستن، موافق نیستن با این. نکته دوم را اشاره میکنن که اگر قرار باشه این را بخواییم یک تفسیرم صورت بگیره، ما همون مرجعش هم نداریم. میخواییم که جواب بتن که آیا نیاز به تفسیر است. و بحث سومی که میاین اشاره میکنن به گذشته نمی مراوده، شما بیشتر تجربه دارین، بیاین بگین که در گذشته چی اتفاق افتاده بود. بسیار خوب، تشکر. من فکر میکنم که نظری که زازه صاحب ارائه کردن حقشان است، محدود به خودشان است، ولی آنچه را که متن صریح قانون اساسی میگه یقینا که ختم این دور است. من در ارتباط به این که به تفسیر نیاز داره، هیچ نیازی به تفسیر و تحویل و توجیه ندارم. ای که در گذشته چطور بوده، ای یک بحث است که جای دار. اگر قرار باشه که ما یک سلسله نارسایی های دیروز داشتیم، امروز هم داشته باشیم، فردا هم داشته باشیم و تداوم این نارسایی ها باشه، بیاییم ببینیم که ما آغاز برای چی کردیم، آغاز دموکراسی برای چی بود. آغاز دموکراسی بر مبنای قانون اساسی به منظور حاکمیت اراده مردم بود، درست؟ که ماده 4 قانون اساسی کاملا تصریح میکنه. در اینمی موضوع بعد مردم افغانستان وکیلای محترم خود انتخاب کردن برای 4 سال و طبق قانون اساسی که 4 سال هم پیش بینی کردن. اگر از این 4 سال اضافه میشه، آیا غصب حق مردم افغانستان نیست؟ اونها برای 4 سال رای داده بودن، اضافیش چیست؟ چه قسم توجیه حقوقی برش پیدا میکنه؟ میگن که برای رئیس جمهور چطور توجیه حقوقی پیدا کرد؟ حالا من سره میگم که برای رئیس جمهور چطور توجیه حقوقی پیدا کرد؟ برازی
ما شاهد حال هستم. پیش از اینکه زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری برسه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصوبه صادر کرد که او چاپ شده. حال اخیرا شاید وکیل صاحب امور دیده باشه که تمام مصوبات ما چاپ شده. ما مصوبه صادر کردیم که انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق ماده 61 قانون اساسی در موعد و زمان صورت بگیره. جناب رئیس جمهور وقت حامد کرزی فرمان صادر کرد که مطابق ماده 61 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره. کمیسیون انتخابات بنابر مشکلات تکنیکی و عدم موافقه بخش ملل متحد که ما امکانات نداریم و ما نمیتانیم برگزار بکنیم. ببینین بین که ما چیم بکنیم و دیگرا با ما چی کمک بکنن. ما کاری که میکنیم به خاطر خود میکنیم، بر بیبود خود میکنیم، بر اصلاح خود میکنیم، بر پیشرفت و تداوم قانونی و در نهایت حاکمیت که ضرورت کشور است. دیگرها با ما کمک میکن. اگر در می جهت باش، فبها بین بفرمایید با ما کمک کنید. و اگر در جهت نفع یک ارزش کشور ما باشه، بازی چی نوا کمک است. ما خود این کمک باز تعبیر کرده نمیتونم. حاکمیت مرا منتفی میکنی، ولی با عنوان دوست با ما کمک میکنی. کمک برای چیست؟ زمانی او را ما کمک گفته میتونیم که ارزش‌های کشور ما را یا ارزش‌های ملی ما را وطنی ما را تقویت ببخشه و او جای خود را پیدا بکنه و در نهایت که ما دموکراسی را تمرین میکنیم که تحقق اراده مردم افغانستان است به صورت واقعی مردم ما در تعیین سرنوشت اراده خود داشته باشد. یک. دومی که من به بخش اجرایی موضوع. ما امرای دوستان موافق هستم که بخش اجرایی موضوع ای با ولسی جرگه یا در مجموع با شورا کرده مجلس تعلق نمیگیره. اما میگم که اگر بخش اجرایی که عبارت از حکومت است و در اینجا اگر اجرایی را بگوییم که شامل کمیسیون انتخاباتی هم شود، آیا تخطی از یا اشتباه از یا فساد این بخش میتونه برای بخش اولی که عبارت از قوه تقنینیه باشد دمی رابطه برای از اون مشروعیت تداوم بده؟ گاهی نه. با کدام منطق؟ ای. و یک چیز دیگه که ما میخوایم یادآوری بکنم و خاصا برای وکیل صاحب محترم برادر عزیز ما زعزیسه که اگه احترام متقابل است. قانون از نقطه نظر تقنینی یک منطق تکنیکی خود داره. وقتی که شما در ابتدا میبینید مواد به شکل عمومی عامه، اما آهسته آهسته این اختصاصی تر شده میره. معنی از این که قانون در نهایت به حد میرسه که در اوج ضرورت دیگه به تعبیر و تفسیر و اجگه پی نباشه. ما امرای زازه سه موافق هستم که در اول باید به عمومیت توجه شد، ولی زمانی که میگیم میریم به این که کاملا این ماده تکنیکی شده. پاراگراف دومشه اگر زازه در متن پشتوم ملاحظه بکنه، پاراگراف سوم کاملا اوج ای خط شده که این انتخابات در چی وقت صورت میگیره؟ در 30 الی 60 روز قبل از پایان دوره شورا که دیگه در این توجیه نیست. آلمین به پیامدش ما اجازه بدین که بعدتر در مورد پیامدش و چگونگی مسائل صلاحیتیش که آقای سعادتی هم بیشتر اشاره کردن بعدتر بپردازیم. من یک صرف یادآوری میکنم، بعد از اون تشریح دوستا یقینا که خوبتر میتونن از ما کرده. ما در دو حالت پیامد داریم. در تداومش هم پیامدهای حقوقی و قانونی را داریم صرف نظر از بخشای سیاسی، و در ختمش هم پیامدهای حقوقی و قانونی داریم. این هر دو پیامدها باز سر صحبت میکنیم که چه قسم ارزیابی شوه و ما نتیجه بگیریم. حالا بخشی از این پیامد مسئله صلاحیت هست. پس از حوال سرطان داشتن عین صلاحیت مجلس افغانستان و یا هم نداشتن عین صلاحیت چه پیامد را به همراه خواهد داشت؟ آقای برمک پاسخ میگوین، اما پیش از اون با
باز هم خوش آمدید بیننده بر روایت دیگر از طولو نیوز و طولو هستید. بحث صلاحیت مجلس پس از اول سرطان، اگر عین صلاحیت باشه و یا اگر عین صلاحیت نباشه پیامدش چی است؟ بازم تشکر. خب ما دو گزینه داریم، دو انتخاب داریم، یا ای که شورا با این بحثایی که استاد داشتن از بود حقوقی و تکنیکی باز بحثایی که زازه سب داشتن، ما خو خط دید ما واضح است. ما میگیم که شورا باید کارش ادامه پیدا کنه به خاطر اینکه مشروعیت نظام در کل چیز است، مهم است بر ما. چرا دولت جمهوری اسلامی افغانستان از سقوط است، باز اونجا و دیگه بحث مهم دیگه ای است که هنوز حکومتی که فعلا حکومت وحدت ملی کارش پیش میره، اعضای حکومت و بعضی پست‌های بسیار کلیدی حکومت است که هنوز تا فعلا مشروعیت ندارن، رای نگرفته. وزیر دفاع ما هنوز تا فعلا رای نگرفته، لوسارنوال افغانستان رای نگرفته، ریاست سرمیاش رای نگرفته، بعضی ریاست‌های مستقل دیگه هم دیگه به طور مثال دو تا از اعضای خود شورای عالی سر محکمه است که قاضی القضات ما شما رای نگرفته. خب وقتی که این بحث عدم رای زون رای اعتماد اینا که باید تزولوسی رو که مطابق به قانون اساسی باز پیش بینی شده، پس باز دو حالت چطور میشه؟ یعنی به اساس فرمان تقنینی شاید حکومت افغانستان پیش بره، قوانین و وضع شده بره، رئیس جمهور فرمان تقنینی بده تا زمانی که ولسی جرگه بعدی بیا و بعدا تمام فرامین تقنینه و یک بررسی کده و باز رد اون صلاحیت رد شه یا تزویج شه دارن که به قانون تبدیل میشه. اما با هم گپ ما اینجاست که همونطور که گفتم دو انتخاب داریم، میای که شورای ملی ما با کار خدمه بده، یعنی ولسی جرگه هدف ماست و در اینجا باز من تکرار میکنم که ولسی جرگه در اینجا هیچ کدام الزامات بر ازی نداشته که انتخابات باید، چیزی که استاد گفتن که در 30 روز تا 60 روز باید انتخابات دایر میشد، باید میشد. یعنی ما حکومت هم علامت نمیکنیم، ولی در این زمان همی وضعیت سیاسی که در افغانستان پیش آمد، انتخابات ریاست جمهوری رو ما شاهدش هستیم و برآمد انتخابات که حکومت وحدت ملی است با مو به می بساس توافقنامه سیاسی و در روز مسئله قانون اساسی، گرچه مبنای خود توافقنامه سیاسی است برای عملکرد حکومت، برای اجرات حکومت و دولت در مجموع، ولی با آن هم اینجا بس صلاحیت و صلاحیت تا کدام صلاحیت، باز وقتی که شما ادامه کار شورا را سرش بحث میکنم به نجا میرسیم که باید پیش بره، مشروعیت داره و داشته باشه، با دو صورت دیگه باید قوی مقننه اونمتو با تمام صلاحیت و با کمال صلاحیتاش باید عمل کنه. دقیقه روز خوب باز دیگه شما نمیتونین قانون اساسی رو شما آلم و کس صلاحیت تغییرش نداره که دیگه باز ما بگویم که بهتر مثال در قانون اساسی پیش بینی شده باشه، در صورت که انت یک وضعیت پیش میه باز اینی صلاحیت ها مثل که در قانون اساسی صلاحیت های رئیس جمهور، مان رئیس جمهور، دالات اصرار، دالاتی که مثلا رئیس جمهور و مثلا یک حالت پیش میاد یا مانینش یک حالت، کلش پیش بینی شده، ولی دینه می مثلا قانون ساکت است اینجا. اوتر که استاد میگه که واضح است، ولی من از فهم ما میگم که نمیشه قانون هم وضاحت داره و در این زمان حالت بعدی رو پیش بینی نکرده. چیزی که مثلا پیشتر سعادی صاحب گفتن نام درست میگن، اینا له به اون خاطر است که یک بحث است، یعنی میشه بحث است، هر کس از دیدگاه خودش، استاد از دیدگاه حقوقی، استاد حقوق هستن از دید تکنیکی سرش بحث میکنن، ما باید شهروند افغانستان باید یک عضو این حکومت ما فکر میکنیم که خب همین وقتی که انتخاب میکنیم شورای ملی کارش ادامه پیدا کنه، پیامدهای مثبتش چقدر از بر افغانستان از نقطه نظر مشروعیت، از نقطه نظر مسائل کل مملکت، و اگر خدا نخواسته شورا به تعطیل میره چیز کارش ختم میشه و منتظر میمونیم که انتخابات دو ماه بعد سه ماه بعد دایر میشه، با دو صورت من فکر میکنم اینجا بحث دو گزینه داریم. اگر چیز گزینه اول ما همی است، نظر ما همی است که باید بر اساس اون استدلالی که زازه حساب کردن و آنچه که مصلحت ما به خیر سلام مملکت رو میبینیم، شورا باید کارش ادامه پیدا کنه. در غیر از او این بحث وکیل صاحب که خوب است که بعد از او رو طرف میگذاریم، ولی بحث مملکت از منافع کشور است و مشروعیت نظام است. آقای سعادتی، زمانی که شما خیلی به صراحت، اگر چه آقای زازه بین اون همکار شما در واقع موافق گپای شما نیستن، ولی میگن که بحث حقوقی و مشروعیتش دیگه تمام از گپش، ولی نگرانی که خود شما هم دارن مسئله صلاحیت است. زمانی که اگر حتی تصور بکنین که بر اساس یک مصلحت کار مجلس افغانستان ادامه پیدا میکنه، یعنی مسئله صلاحیت و اگر بخوایم تفویض صلاحیت در واقع برش نام بتیم، اینی میره چطور میشه توضیح بتین به مردم؟ بله، چند نکته رو میخوایم کمی باز کنم. اول ماده 83 قانون اساسی از دید ما اصل انتخابات را زمانش مفروض گرفته، یعنی غیر قابل تمدید تصور کرده. از او جهت من با دیدگاه زاده موافق نیستم، ولی یک بحث که اینجا مهم است،
اویست که در خود همون ماده وقتی میگه بعد از اعلام نتایج نهایی قانونگذار توجه داشته که باید انقطاع به وجود نیاید، تسلسل کار باشه، چون انقطاع خودش ضرر میرسانه، نداشتن فروپاشی یک پایه که او باز بحث دیگه است. این نکته اول که بسیار مهم است، من باز تأکید میکنم که بر اساس رهیافت قانون اساسی از دید حقوقی و قانونی ما نمیتونیم تجویز بکنیم که بر اساس فلان ماده ما میتونیم تمدید بکنیم، این یک. ولی تسلسل شورا باز اونجا باز مصالح دیگه میایه و اصول بعدی که خیلی مصرح نیست. بحث دوم بحث صلاحیت هاست که اگر قرار باشد شورای ملی صلاحیت خود اعمال نتانه، ولسی جرگه و خصوص دو تا صلاحیت عمده، دو سه تا صلاحیت عمده، رای دادن، استیضاح کردن، رای رد و تایید، قانونگذاری و نظارت از حکومت، در اون صورت باز موجودیت از یه عبث میشه، لازم نیست باشه. بحث ما است که اگر قرار باشد این دوام بده و اگر دولت، ارکان دولت و احزاب سیاسی به لحاظ مصالح ملی افغانستان به این نتیجه میرسه که از نداشتن شورای ملی داشتنش بیشتر منفعت افغانستان را تامین میکنه، در اون صورت باید تمام صلاحیت های خود داشته باشه، در غیر از او عبث است. این نکته دوم. نکته سوم، ما افغانستان نسبت به هیچ کشور دنیا قابل قیاس نیست. در بعضی از کشورهای دیگه ای که خیلی هم از افغانستان مشکلات کمتر دارد، گاهی شما این انعطاف پذیری های را در زمان برگزاری انتخابات دارین، یعنی کشورهایی که وضعیتش بهتر هم است گاهی اگر نمیتونه در یک زمان معین یک چند ماه را به عقب میبره. نکته چهارم که بسیار مهم است، است که بین نقض قانون اساسی و عدم تطبیق قانون اساسی یک چیز تفاوت است. یک وقت است که یک دولت، یک حکومت، یک نظام توان تطبیق برخی از مواد قانون اساسی را به دلایل شرایط خاص سیاسی نداره، چنانچه ما بسیاری از بخش‌های مختلف قانون اساسی را هنوز نتونستیم تطبیق کنیم. شاروالی‌های ما مطابق قانون اساسی انتخابی است، نتونستیم. شوراهای ولسوالی ما انتخابی است، نتونستیم. شوراهای قریه و ده ها مورد دیگه. اینجا بیشتر از این که یک نقض صریح قانون اساسی که بر اساس یک عمد صورت میگیره این مطرح باشه، یک ناگزیری است عدم تطبیق مواد قانون اساسی به دلیل شرایط خاص سیاسی است. این نکته دیگه. نکته بعدی است که شما انتخابات را، خب تنها مشروعیت این پارلمان نیست، مشروعیت پارلمان بعدی باز هم در گرو انتخابات است که شما پیش رو دارید. اگر با این وضعیتی که فعلا دارین به لحاظ روحیه و افکار عمومی که در رابطه با کمیسیون انتخابات و در مجموع بحث‌های مدیریتی انتخابات هست، اگر به طور بسیار شتاب زده اگر انتخابات معیوب دیگر را دایر بکنین و یک سال دیگه جنجال‌های پسا انتخاباتی را داشته باشین و باز هم فرض کنین که از درون این انتخابات باز هم یک پارلمان مشروع دیگه نمیه، اینا تمامش به اثر پیچیده میکنه، یعنی مصالح کلان دیگه را داخل میسازه که ما نمیتونیم که بسیار به طور خاص و کانکریت و بسیار هم قالبی بحث مطرح بکنیم که الا و لابد این شده میتونه، غیر از این شده نمیتونه. مصالح کلان در میان هست و دیدگاه ما است که نظام افغانستان، دولت افغانستان، هر سه تا قوه، جمع بعضی از شخصیت های دیگه بنشینن در یک ارزیابی به یک اجماع سیاسی برسه. بیشتر ما طرفدار رایل سیاسی استم و مصالح جزی نیازمندی های کشور است. سپاسگزارم آقای زازای. بازم اینا همون مسئله حقوقیش را بسیار به صراحت عنوان میکنن، ولی نیاز میگه هست به یک اجماع سیاسی. در کنار از او، در صورت که حداقل در اینجا شما هم از او مجلس هستن، آقای سعادتی هم پوهان صاحب حضور دارن به عنوان استاد حقوق و آقای برمک هم به عنوان جزی از حکومت فعلی، تفاوت دیدگاه ها یک نتیجه، یک ذهنیت را خلق میکنه که این مجلسی که اگر این صلاحیت لازم خود نداشته باشه، یعنی مشروعیت خود از قانون اساسی نگیره، ادامه کارش با صلاحیت محدود یا بی صلاحیتی به معنی چی خواهد بود؟ خب ما باز ماده 83 قانون اساسی، تعبیر ما باز، تفسیر ما دیگه چیز است. ببینید اینجا که گفته بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. باز استاد میگه که انتخابات اینجا قید کرده که انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد. اعلان انتخابات گفته، نه اعلان نتایج. در اینجا ببینید اینجا گفته که بعد از اعلان نتایج به پایان میرسه.
ببینین اینا ما یک سوال دارم باز از استاد از شما کسی که ما جواب بده. امی انتخابات مطابق بند 3 ازی در 30 تا 60 روز برگزار کرد کمیسیون انتخابات و شد اول سرطان، نتایج اعلان نشد، باز چی میکردیم؟ انتخابات برگزار کرد، بند 3 را قبول دارم رایت برگزار کردیم، مثل که پارسال شد در انتخابات ریاست جمهوری، مثل که در انتخابات 2010 ولسی جری که فعلا نسو شد، انتخابات در وقت معینش در بند 3 ما برگزار کردیم، مگر هم اعلان نتایج نشد چی میکردیم؟ خلای یک قوه که بسیار مهم است در دولت جمهوری اسلامی افغانستان که قوه مقننه است، آوردن ازی خلا را قانونگذار، باز میگم پیش از پیش در فکر ازی بوده. یکی در این جوازی گفته که بعد از اعلان نتایج، معنا ازی است که حتما ما نمیپذیریم اعلان نتایج. یک قانونگذار گفته یک رای بر ما پیدا کرده که نمیمانه خلا باشه و مشروعیت از دست بده، یک بسته نظام مشروعیت از دست میده. ما باز میگم فلحاظ ما باز تاکید میکنم ماده 83 قانون اساسی واضح کرده، هر سه بندش واضح کرده. تفسیر ما این است که باید پارلمان به جای خود باقی باشه، مگرم پیشنهادات اگر میگن دارم که چی رقم به جای خود باقی باشه او را من میگم. بله اجازه بدن که پیشنهادات به عنوان گپای اخیرتون بگم. صلاحیتش شما گفتین به هیچ عنوان به هیچ چیزی و هیچ قانون اجازه نمیده که ما به خاطر مشروعیت دادن به ولسی جرگه و یا ما به خاطر ازی که ما در کرسی بشینیم کل نظام مثلا از دست که قوه مقننه بسته شوه نظام از بین نره، این چیز باد قانونی نداره. نه اجماع سیاسی را قبول دارم در این موارد، به خاطر باز ما قانون اساسی را زیر پای میکنیم. اگر ما میگیم که اجماع سیاسی را میخواهیم، احزاب سیاسی را میخواهیم، جامعه مدنی را میخواهیم و یا ما را باز مشروعیت بده، این معنایش چیست؟ خود قانون اساسی باز همین است، خود باز قانون اساسی را زیر پای کردیم. ما باز میگم که اصلا حکومت کی مشروعیت میده؟ شورای ملی مشروعیت میده. نظام کی مشروعیت میده؟ شورای ملی مشروعیت میده. زمانی که ما مشروعیت خود از حکومت بخوایم و یا از احزاب سیاسی یا از جامعه مدنی یا از حقوقدانا بخوایم، فلحاظ از اون مشروعیت کردن نامشروعیت باز خوب است، باز باید دروازه بسته شوه، کل نظام بسته میشه. سپاسگزار. حالا با این وضعیت، با این تفاوت دیدگاه ها، حتی در درون خود مجلس و مسائل حقوقیش که در مورد صحبت صورت گرفت، سوال آخری است که چی شوه؟ آقای پوان. تشکر. تا زمانی که ما با جوانب مثبت و منفی قضیه درست عمیقا با یک دقت تکنیکی و تخصصی توجه نکنیم، ما نمیتونیم بگوییم که آل چنین یا چنان باشه. یک دومی که شما بینینجا بحث صورت گرفت و ما غیر از متن قانون باز قواعد حقوقی و قواعد فقهی را داریم. مبنای باطل بر باطل باطل است، درست؟ این یک قاعده فقهی است که آل ایجا ببینین که مبنای باطل بر باطل میشه، نتیجهش باطل است. از جانب دیگه که شما میگین که صلاحیت، آل صلاحیت، این صلاحیت میمانه یا این صلاحیت خودش باطل میشه. وقتی که اعتماد ملت به عنوان شهروندی که برای یک مدت معین برش مشروعیت داده او را از دست داد، درست است؟ و ای قبل از ای که تصمیم می گرفت در یک مشروعیت کامل قرار داشت، بعد از او در یک مشروعیت معیوب قرار داره. من یک مثال براتان میگم. قانون پاس تصویب شده در مشروعیت کامل، تعدیلش آمد در مشروعیت زیر سوال و معیوب. آیا ولسی جرگه در مجموع شورا میتونه این تعدیل در یک صحت بیاره؟ خود قانون سوال میکنه که زمانی برای ما صحت بخشیدی که خودت صحت کامل داشتی، حالا خودت معیوب هستی، حالا چی گفته سر صحت ما خودت صحبت میکنی؟ یک وزیر میه، وزیر میخواین در استجواب بالاخره به عدم رای اعتماد، وزیر باش میگه که ما به زمان به ما رای دادی که در وقت مشروعیت کامل داشت، حالا در مشروعیت معیوب خود چی گفته از ما سلب اعتماد میکنی؟ این دیگه بخش قضیه است.
به صلاحیت تقنینیش اتر شد، صلاحیت نظارتیش اتر شد، صلاحیتی که او عبارت از هم تماس با مردم است. مردم هم با او شکل میگه که حق مرا غصب کردی، ما برای تو رای داده بودم با اساس حکم ماده 4 قانون اساسی که به خود امانت انتقال دادم. آلی چیز انتقالی را، حاکمیت انتقالی را، اگر شما میگین که ما هم تو تسلسل میتیم، ما به یک گپ میرسیم. به این که تکرار اشتباهات ما را به گناه بزرگ نمیبره، ولی قطع اشتباه ما را به تصحیح میبره. و اگر ما میگیم که دیروز هم اینطور بود، امروز هم اینطور باشه، فردا هم اینطور، تسلسل اشتباهات، بالاخره ما با کجا، آینده ما با کجا میره؟ با ما خیر. ولی برای شما جوان ما میگم که شما در قبال جامعه تان یک امیدواری داری که فردا افغانستان مثل امروز نباشه. آلی ببینید، شما من حیث جوانه و ما من حیث ازی که سرم هم سفید است، درست؟ و ریشم هم سفید. آلی سرمی بیندشیم که به می روندی که ما پیش میریم، اول همین سوال پیدا میشه که حکومت وحدت ملی، آیا همین توافق حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون اساسی و تطبیق قانون اساسی بود و یا ای که اجراءات ماورای قانون اساسی؟ اگر اجراءات ماورای قانون اساسی بود، این توافق صورت گرفته، یک توافق سیاسی واضح و روشن بگویند برای مردم خود که توافق ما در تمام موارد بر قاعده ماورای قوانین بوده، اقدامات ماورای قانون، که من نفهمیده در کدام قانون دنیا، در کدام قاموس دنیا برای از این ما مشروعیت پیدا بکنیم که اجراءات ماورای قانون یا فری اساسی هم جواز داره. در یک کلمه ما میگم که پیشنیاد ما ایست که بیاین حال هم هنوز دیر نشده مسئله را در اول مرحله. ما شما 3 جای تفسیری داریم: یک، تفسیر تقنینی، تفسیر تخصصی یا شخصی، تفسیر قضایی. اگر در ایش 3 بخش شما مشروعیت میبینید، گیر تفسیر بکنه و گنجایش برای تفسیرش هم باشه. خوب، در غیر از او چیزی که سعادت پیشنهاد کرد که باز با ملت مراجعه بکنین، یک اجماع ملی را بخواین و از ملت ارادهش در تعیین سرنوشتش که یا برتان اجازه میده که همی باطل با باطل ادامه بتین از طرف ما، برتان اجازه است، یا برتان میگه که بس از دیگه نمیجا توقف. سپاسگزار آقای پوان. خیلی مختصر آقای برمک، با این وضعیت فکر میکنم چه شود؟ خیلی فشرده. ما بازم تاکید ما سرزی از قانون اساسی افغانستان هم چالات پیش بینی نکرده. قانون ساکت است. وقتی قانون ساکت است، ما گپای زازه سب تایید میکنم که ما نمیتونیم که بریم پس دوباره به ملت مراجعه کنیم، بریم به رفرندوم. او خب باز قانون اساسی قید شده که شما در کدام حالت رئیس جمهور میتونه به رفرندوم بره، نه؟ یعنی برای عام مردم. در اینجا بحثی است که امو ماده قانون اساسی را، ماده 83 را بند دومش اساس قرار بدیم و شورا به کار خدمات بده، به خاطر از اینکه اینجا مسئله یعنی یک موضوع است، بحثی که برمیگرده به مسئولیت های حکومت، نه البته حکومت هم است و کمیسیون انتخابات است. چرا تا در کمیسیون انتخابات اصلاحات در نظام انتخاباتی نبه، باز بحث انتخابات شورا داره چیز عملی نمیشه. به او خاطر دو کار اساسی که است، حکومت افغانستان این اعلان کنه بعض از یک بحث و مشوره مشترک که موعد تعیین شه، مثلا در 2 ماه آینده یا 3 ماه آینده در نظام انتخاباتی اصلاحات می، در 3 ماه بعدی از او کمیسیون انتخاباتی که به وجود می از نتیجه بررسی و اصلاحاتی که اتفاق میفته، بعد از او انتخابات دایر کنه. وقتی که انتخابات دایر شد، بعد از او بازی 6 ماه میگیره، 7 ماه، منتها موعد زیر باید مراجع دیگه است که مشخص شه. ولی بحث ادامه کار شورا با تمام صلاحیتاش، من فکر میکنم تا بر اساس ماده 83 قانون اساسی ماده 2 باید پیش بره. یک جمله از شما و یک جمله از که ماده 65 قانون اساسی است که مراجعه به آرای عمومی و چیز دیگه است، اوجا به هیچ شکل قانون اساسی تعدیل شده نمیتونه و مخالف قانون اساسی در پسوند ماده 65 است. ولی اینجا که اجماع گفته میشه، این منظور یک اجماع متخصصین و علما است که بتونه رای حل تکنیکی را پیدا کنه. یک مقایسه با طرف مقابلش میتونه بفهمیم. اگر حکومت وحدت ملی داریم،
چون میفهمیدیم که او طرفش دوام حکومت قبلی است که خرابتر است و میفهمیدیم که او طرفش یک گسست است، فروپاشیش خرابتر است، به او خاطر دفع افسد و فاسد کردیم. حالا در یک مقایسه بی‌طرفانه میتونیم بفهمیم که نداشتن پارلمان، رها کردن 350 نفر آدم به بسرک و که اونا ممکن به مخالفین حکومت تبدیل شود، این بهتر است با. یا یک رایل سیاسی پیدا کردن با. یا رایل حقوقی نداره. من تاکید می‌کنم خیلی فشرده یک به خاطر برای قطع تسلسلی که میگن که این قطع تسلسل چی راه حل داره، راهش تعدیل قانون اساسی است. متاسفانه در اون وقتی که ما شما قانون اساسی را جور کردیم، اینمی ماده را باید قطع می‌کردیم که حال ما سرش بس داریم، تفسیر ما یک چیز است، شما دیگه چیز است، دیگه کزه رای حلش این نمیست که قطع تسلسلش به نمو تعدیل قانون اساسی میشه. و دوم، پیش از اول سرطان اعلان تقویم انتخاباتی باید شود. زمانی که اعلان تقویم انتخاباتی شد، خود به خود دیگه هم مشروعیت اضافه تر شده میره، یعنی بیخی 180% میشه. باز من این رو میگم که ماده 83 قانون اساسی واضح است، ادامه پیدا بکنه و هر چیز زودتر تقویم انتخاباتی را اعلان بکنه. هر چیز زودتر تقویم انتخاباتی باید اعلان شود. این که میشه نمیشه تا چند روز دیگه روشن خواهد شد. سپاسگزار از آقایان اسدالله سعادتی، بوهان دولرحمان قاضی، فیصل احمد برمک، عبدالقادر زازایی. از شما نیز سپاسگزار. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.